قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی خانم آقایان سلامی گرم و درود بی پایان بر تک, تک شما ایزان در هر جای دنیا که هستید برنامه این ساعت ما در مورد اشخاصی هستش که از طریق خانواده یعنی که همسرشون برادرشون خواهرشون که سیتیزن آمریکا هستن میخوان بیان آمریکا بیان آمریکا و یا گرین, گیر، کارتی هستن برشون اقدام کردن میخوان وارد آمریکا بشن یا کسایی که گرین کارت دارن خلاصه برای کسایی هستش که از طریق خانواده خیشاوندی میخوان که بیالات متحده مهاجرت کنند سال اولمون آقای محمد میپرسه میگه که 29 سالمه در ایران ازدواج کردم کارمند دولتم و همکنون با خانمی که سیتیزن آمریکا هستش آشنا شدم و قصد ازدواج در خاک ترکیه رو دارم و سپس از طریق ایشون جهت ویزا و عقص اقامت آمریکا اقدام کنم با توجه به اینکه هنوز از همسر اولم جدا نشدم آیا به دلیل ازدواج اول مشکلی برای اقامت و سیریزن شدن در آمریکا پیش می آید؟ بله شما باید ازدواج اولتون به پایان برسه طلاق باید گرفته باشی و طلاق کامل باشه نه در جریان باشه بعد از آن ازدواج کنید اگر که این کار رو نکنید امکان داره که دولت آمریکا بگه که ازدواجی که در ترکیه شما دارین انجام میدین ازدواج خوبی نخواهد بودش روی بعد وایسی طلاق تو انجام دادی تموم شد طبق قوانین ایران اگر طلاق داری در ایران میگیری طبق قوانین ایران طلاق تموم شد اون حکم طلاق داری بعد از اون میتونی که شما ازدواج بکنید رضا میگه که همسر من از طریق لوتوری 2014 موفق به دریافت گرین کارت شد الان اما, ب... اما پروسه اف بی آی چک باعث شد که قبل از کلیر شدن من ویزا به اطمینان برسه و همسر من به آمریکا آمد و گرین کارتشو رو گرفت و متاسفانه ما این برنامه رو برای خیلی از اشخاص میبینیم که لوتوری اقدام کردن و مطمئن هستم که امسال هم دوباره خواهد شدش طرف های مرداد و شهریور که به یکیشون نیم چک میخوره به یکیشون نمیخوره به همسر قاعدتا قاعدتا به همسر معنس گیرین کارت رو میدن به همسری که اقدام کرده که مرد هستش و پشت پروند پشت درای اداره پشت درای کنسولگری میمونه به خاطر اینکه اف بی آی چکش بر نگشته این مثلا هم همونطوره رضا همسرش گیرین کارتش رو گرفته اومده آمریکا یه دونه فرم درخواست کرده که حالا به عنوان همسری که گیرین کارت داره میخوام رضا رو همسر بدون گیرین کارت رو با آمریکا دعوت کنم و بعد از اینکه اقدام کردش خانم رضا پاس سفید گرفته برگشته ایران در تاریخ دو مارچ 2015 پرونده رو قبول کردند از اداره مهاجرت چقدر طول میکشه که کیس نامبر ما آماده بشه آقای رضا پرونده شما رو که اقدام کرده اند درست داره پی پیش میره هیچ جای ناراحتی نیستش و یک سال تا دو سال طول میکشه که گرین کارتتو بتونی بگیری دو اکتبر 2014 اقدام کردی الان اشخاصی که سپتامبر 2013 اقدام کردن دارن گرین کارتشونو رو میدن رو حساب یک سال تا دو سال بعد شما باید بتونی که به آمریکا وارد بشی رویا میگه که من رزیدنت آمریکا هستم مقیم آمریکا هستش ولی کن الان در ایران هستم تاریخ پایان اعتبار گرین کارت موقت و مصاحبه ازدواجی من همزمان در 15 جون هستش بنده بنده به دلیل اینکه امکان زندگی در آمریکا برای ما اثر باشد تقاضای پاسپورت سفید نمودم که متاسفانه تنها برای مدت 6 ماه آن هم تا تاریخ مصاحبه صادر شد سوال من این هستش که آیا پس از انجام مصاحبه می توان درخواست مجرد پاسپورت سفید نمود؟ بله. یا چنانچه راهکار دیگری هستش می که درخواست پاسپورت سفید انجام بدید. فاصله زمانی انجام انگشت نگاری در دفاتر مهاجرت تا انجام مصاحبه معمولا چقدر هست؟ به هیچ عنوان خانم رویا نمیشه حد زدش و بستگی داره به اداره مهاجرت. خانم مجگان میگن که آیا آیا مصاحبه حضوری از شخص متقاضی ویزای ازدواج یعنی خانومی که میخواد از طریق همسرش به کشور وارد شود آیا امری عادی است آیا امری غیر معمول است چون بعضی ها معتقدند مصاحبه حضوری نشانه خوبی است و معتقدند که روند خوب کار این که ویزای ازدواج مصاحبه حضوری ندارد ممکن به من توضیح بدید نه خانم مشکان ویزای ازدواج دفعه اول که دارن اقدام میکنن شکم کم نکنید که حضوری باتون صحبت میکنن برای اینکه میخوان ببینن که ازدواج چگونه هستش آیا ازدواج درستی هستش نه مگر اینکه ما دیدیم بعضی وقتا ممکنه ممکنه که بعد از ده سال 15 سال ازدواج چهار تا بچه دارن که بدونن که ازدواج تقلبی نیستش ممکنه که حضوری نکنن ولی که من نشنیدم منم ندیدم که کسی بتونه گیرین کارتش رو بگیره بدون مصاحبه حضوری من ندیدم آم، نورا میگه که نامزده من شش ماه پیش به آمریکا آمد و گرین کارت خود رو گرفت الان ایشون در آمریکا هست و من در ایران میخواستم بدونم از چه طریقی من میتونم به آمریکا بیام نامزدی زودتره یا نه نامزده شما گرین کارت داره شخصی که مقیم آمریکا گرین کارت داره نمیتواند برای نامزدش اقدام کنه نامزدی باید آن نام زد... باید ازدواج بکنه به عنوان همسر بیارتش بدین جهت آم باید ازدواج شما بکنید و به عنوان همسر برای شما اقدام بکنن ایشون و اون خودش هم یک سال تا دو سال طول میکشه که شما بتونید که وارد آمریکا بشوید محتاب میگه که با آقای سیریزن آمریکا شش ماه هست که آشنا شدم و یک بار توی ترکیه همدیگر رو دیدیم عکس داریم لیست تلفن و ایمیل هم داریم ایشون میخوان ویزای نامزدی برای من بفرستن دو سال دارم ما شش ماه هم همدیگر رو میشناسیم کم نیست خیر شینم از طریق ویزای نامزدی زودتر میشه مهاجرتم ممکنه نمیخوام ایران ازدواج کنم چون حقوق مادرم قطع میشه و میخوام تا رفتم از حقوق استفاده کنم و اینکه به خاطر مشغل دیگر در هر شرایطی که هستش میتونید که شما با ویزای نامزدی تشریف بیاین آمریکا بعد اینجا ازدواج کنید کارتون هم درسته مثلا قانونی دارید انجام میدین حالا به چه دلیلی نمیخوای ایران ازدواج کنی آم زیاد به ربطی به پرونده نداره و اطلاعاتی هم که دادی که مثلا ایمیل داری یا بسیار خوبه اشکان میگه که خانم من در لوتوری سال 2013 برنده شدن و الان به آمریکا رفتن و گرین کارت رو گرفتن و برگشتن و برای من هم از طریق فرم 130 اقدام کردند. آیا موقع مصاحبه من ایشون حتما باید در آمریکا حضور داشته باشد آقای اشکان شک نکن الان من دوباره این برنامه رو بگم دیروز گفتم پیروز گفتم هر روزم میگم در برنامه خانواده کسانی که گیرین کارت دارن مثل خانم اشکان برای اشکان اقدام کرده اشکان میره کنسولگری در کنسولگری میگن خانمت کجاست اگه جواب باشه که <تصفح> توی ایران پلوی من پروندهش رو ممکنه رد بکنن بگن هر وقت خانمت رفت آمریکا موند اونجا رو اقامتگاه خود دانست به تو ویزا گرین کارت میدیم بری باش بری پلوش بدین جهت کسانی که اقدام دارن میکنن برای خانوادهشون که به آن بهشون ملحق بشه باید در خاک آمریکا حضور داشته باشن در زمان اینترویوشون حساب اشکان زمانی که میره اینترویو باید همسر در آمریکا باشه و باید بلیسه یه طرفه داشته باشه که اومده نه اینکه بیام اینجا وایستم دوره برگردم نه اینجا رو باید اقامتگاش حساب کنه دنبال کار باشه مدرسه میخوان برن هر چی که هستش تا تو بیای و ایلا پروندت به مشکل در اداره مهاجرت در کنسولگری آمریکا برخواهد خورد آم فامیلی اسم رو بهتون بگم ق... قزال نوشتم با سلام قزال هستم همسرم در حال حاضر به مدت پنج سال در آمریکا زندگی میکنه و با و به زودی سیتیزن میشه و من دو سال پیش که <applause> با فرزند 16 سالم و تنها و تنها همسرش اقدام که و... با فرزند 16 سالم و تنها و تنها همسرش اقدام به پیوست به ایشان کردیم تنها همسرش فکر نکنم در مورد بچه 16 سالتون داریم میگین با فرزند 16 سالم اقدام به پیوست به ایشان کردیم خب تقاضای فرزندم پذیرفته شد و من چون در زمان ازدواج همسر دوم بودم رد شد و سپس بنا به خواسته اداره مهاجرت طلاق گرفته و دوباره یک سال پیش با همسرم ازدواج کردم همسرم دو ماه است که برای سیتیزن شدن مدارک ارسال کرده و چقدر طول میکشه تا سیتیزن بشه قاعدتا یک ساله باید سیتیزن بشن وقتی ایشان سیتیزن شدن و برای من اقدام کردن چه مدت طول میکشه با من که من اونجا بیام اگر که همه چی درست پیش بره دو سال یک سال تا دو سال من در حال حاضر که کارم درست نشده است برای مسافرت موقت و دیدن همسرم و فرزندانم چه اقداماتی میتوانم انجام بدم میتونید که درخواست ویزای توریستی بکنید ولی کن ممکنه که رایتون کنن ولی من این برگردم عقب پس شما زن دوم همسرتون بودین همسر شما به عنوان سیتیزن آمریکا حالا گرین کارت یا سیتیزن دو همسر داشته شما رو رد کردن به خاطر اینکه گفتن همسر دوم بودین درسته و بعد طلاق گرفتید بعد دوباره ازدواج کردین اگر هنوز الان امروز که داریم صحبت میکنیم همسر شما هنوز دو تا ازدواج داره یعنی دو نفر باش با دو نفر ازدواج کرده باز هم پرونده شما رد میشه دقت کنید مگر اینکه ازدواج اولش تموم شده باشه حالا شما یکم اینو خودتون جمع تفریق کنید کسی که سیتیزن آمریکا یا گرین کارتی هستش میتونه یک زن داشته باشه یک ازدواج در یک آن داشته باشه نه دوتا غیر قانونی هستش که دو تا ازدواج داشته باشه ریسا این جواب سوال شما رو یکم اطلاعات بیشتر میخوام ولی دقت کنید در مورد این مسئله که زمانی که اقدام میکنه باید یک دونه فقط زن داشته باشه که اونم شما باید باشید هفت سال پیش برادرم برای مقطع کارشناسی و سارا میگه برای مقطع کارشناسی ارشد و با ویزای دانشجویی و مادرم با ویزای توریستی به آمریکا رفتن مادرم بعد از چند ماه به ایران بازگشت و بدون اطلاع ما از پدرم طلاق گرفت و ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد در ترکیه ویزای توریستی برای آمریکا گرفت و با آمریکا بازگشت بعد از یک سال بیخبری از اینکه مادرم به کجا رفته و چه شده با تماس تلفنی به ما اطلاع داد که حالش خوب است و یک سال بعد از آن تماس تلفنی اطلاع داد که در آمریکا زندگی می کند. یعنی ما به مدت دو سال از محله ایشان کاملا بیخبر بودیم حتی پلیس بینالملل هم به ما, نگفت به ما نگفت بعد از ترکیه کجا رفته مادرم تقاضای پناهندگی کرده وقتی بنده با گفتن این اطلاعات به سفارت برای ویزای دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کردن ویزای من ندادند، چون مادرم که ما را هفت سال پیش برای همیشه ترک کرده پناهنده شده است از طرفی پدرم میخواست برادرم را که دانشجوی دکترا و همچنین در آمریکا شغل بسیار خوبی دارد رو ببیند در سفارت پدرم گفتند ویزا میدهیم و برگه زرد گرفتند ایمیلی دریافت کردیم که ویزای آم، ویزای پدر آماده است پاسپورت رو از طریق شخصی فرستادیم دبی ولی گفتن هنوز حاضر نشده دو سال و نیم هست که کود پیگیری را میزنیم در سفارت و می در حال پروسسینگ هست آیا میتونیم یک کیس در دادگاه آمریکا مطرح کنیم که این خانم ما را ترک کرده و از پدرم جدا شده و پدرم حق دارد که برادرم را ببیند آم پس برادرتون ممکنه که برادرتون به نظر من ممکنه که از طریق یکی از سناتورهای آمریکایی دفتر سناتورها در تماس باشه اون بیشتر میتونه که سناتور یه نامه بنویسه به کنسول آمریکا بگی مثلا همچین برنامه هستش هست حقایق رو بگن ممکنه اون بیشتر قدرت داشته باشه تا اینکه شما یک شکایتی در دادگاه بکنید و بعد از اقدام دریافت ویزا در ایران کارشناسی ارشد خوندم آیا میتونم کیسی مطرح کنم که مادر من سالهاست ما را ترک کرده تا بنده بتونم با ویزای دانشجویی به آمریکا بیام به نظر من خیر آیا این مسئله در گرفتن ویزای دانشجویی برای کشورهای دیگه هم مشکل خواهد بود خیر در کشورهای دیگه نه نباید باشه فقط آمریکاست آیا شما میتونید وکالت ما را به عهده بگیرید سارا جان من دوست دارم کمکت کنم ولی برای ویزای دانشجویی یا ویزای توریستی کاری نمیتونم بکنم و نمیخوام که قولی بهت بدم که نتونم انجامش بدم روی این حساب بر حسب اطلاعاتی که من دادی تو جدا نمیشه یعنی من جدا متاسفم هم که همچین مسئله پیش اومده به ندرت میشنویم همچین مسائلی رو ولی کن الان که شده برای ویزای دانشجوی ایالات متحده به نظر من از برای شانس کمی ممکن داشته باشی که بهت بدن ویزا رو بذار من این کاری کنم تلفنت رو اگر که میخوای برای من بفرست من, من یه ایمیل میزنم برای شما رو یادآوری میکنم تلفنت رو بفرست برای من ببینیم که با هم صحبت کنیم ببینیم چه کاری از ممکنه بر بیاد ولی برای اطلاعاتی که به من دادی ویزای توریسی یا ویزای دانشجو یا چیز دیگه من نمیتونم کمکت کنم که بگیری و کشورهای دیگه ممکنه که گزینه خوبی برات باشن ولی بذار کمی اطلاعات بیشتر بگیرم بهت ممکنه که یه چیز دیگه بگم بذار با صحبت خواهم کرد سوال بعدیمون رو وسال نوشتن آم، ایمیلشون هستش آم، نوشتن که برادر خانومم که سیتیزن آمریکاست دو سال پیش برای همسرم جهت گرین کارت اقدام کرد اگر در موقع مصاحبه که حدود ده سال دیگر است برادر خانومم مجددا به آمریکا برگردد که احتمالا مشکلی برای گرین کارت نباشد ولی اگر اول زمان در آمریکا حضور نداشته باشد به ما گرین کارت نمیدهند نه در زمانی که شما دارین بهشون ملحق میشین باید در آمریکا باشه یعنی همون ده سال دیگه حالا اگر برادرم که تازه گرین کارت گرفته وقتی پنج سال دیگه سیریزن شد این دفعه برای من فرم 130 را پر کند آیا می توان مدت زمان انتظار پرونده قبلی را که برادر خانومم هم برای همسرم اقدام کرده به پرونده جدید انتقال داد چرا چه فرقی داره یعنی برادر به برادر به نظر من فرقی نداره رو همین پرونده برادر خانمتون وایسین و زیاد نباید که فرقی داشته باشه که برادر شما باشه یا برادر خانمتون باشه در هر صورت همون 13 14 سال طول میکشه پرونده رو دوباره نباید شروع کنید شما آم. سال بعدیمون رو لیلی میپرسه میگه که من دو بار ظرف شش ماه گذشته از دوبی و آنکارا برای ویزای دانشجویی رد شدم تا دو الا سه ماه آینده برای ویزای نامزدی یا ازدواج میخوام اقدام کنم نامزد من سیریزن آمریکاست ولی شش ماهی هست که ایران زندگی میکنه میشه راهنمایی کنید که ویزای نامزدی بهتره یا ازدواج لیلی جان به این سادگی نیستش که شما دو الا سه ماه آینده بری ویزای نامزدی بگیری اول نامزد باید اقدام بکنه اداره مهاجرت آمریکا قبول بکنه بعد شما که ویزای نامزدی بگیرید در حدود به نظر من اقدامم فردا بکنید شما یک سال طول میکشه شما به هاتون تو کنسولگری آمریکا بذارید ویزای نامزدی یا ازدواج به نظر من چون که همون یک سال تا دو سال جفتش طول میکشه با ازدواج وارد آمریکا بشید آم راحت تر اون که اگر که نه با ویزای نامزدی بیای بعد دوباره باید اینجا اقدام کنی برای داره مهاجرت چرا میخواین این کارو کنی با همون ویزای نامزدی بیای خیلی با, ب... با ازدواج بیای خیلی بهتر خواهد الی میگه که پدر من سیزن آمریکاست و در سال 2010 برای من هم اقدام برای من هم اقدام به گرفتن گرین کارت کرده است. من همسر دارم و فرزند هم ندارم. سوال من این است که اگر از همسرم طلاق بگیرم آیا نوبت من جلو میفته؟ پدر من سیتیزن آمریکاست. پس شما کاتگوری F3 هستی. اگر که طلاق بگیری الان f یا 2004 رو دارن بهشون گیرین کارتشون میدن اقد... از... طلاق بگیری مجرد حساب میشی میشی کاتگوری F1 سه سال پرونده جلو میفته 2007 رو الان دارن که بهشون گرین کارت میدن آیا بعد از گرفتن گرین کارت میتونم دوباره با همسرم ازدواج کنم و برای همسرم اقدام کنم عزیز من نکن این کارو یعنی معلوم میشه که سوری داری یه کار انجام میدی نکن فرقی نداره تو بگیم سه سال زودتر وارد آمریکا بشی وارد آمریکا شدی بعد حالا برای همسر اقدام کنید دوباره برای اون دو سال تا سه سال طول میکشه وارد آمریکا شه بعد تو این دو سال سه سال, سال کجا شما میخوای زندگی کنی ایران آمریکا چه خبره نکن همین ازدواجتون رو خراب نکنید بمونید به خاطر اینکه یه سال دو سال زودتر بیای آمریکا هیچ کار سوری نکنید و زمانی هم بهتون کمک نمیکنه یعنی همون خواهد بودش هیچ مسئله اینه که خیلی از اشخاص سوال این نیستش که چگونه وارد آمریکا بشید سوال اینه که وارد شدی میتونی درست بمونی شما این کار سوری رو بخوای انجام بدی تا زمانی که سیتیزن بشی و بعد از اون بعد تن بدن بلرزه که ای بابا الان دولت آمریکا میفهمه که من این کار سوری انجام دادم ازدواج کردم ازدواج کرده بودم طلاق گرفتم حالا دوباره برگشتم ازدواج کردم چرا میخوای این کار کنی نه از نظر زمانی جلو میفتی تازه اگرم که تو زودتر بی آمریکا از شوهرت ایران بمونه از نظر گرفتن گرین کارتی هی باید بری ایران بیای ام، نمیدونم من به جاد بودم اصلا فکرشون رو میکردم همین ازدواجتون رو نگر دارین به خاطر این گرفتن گیرین کارت که کم زودتر زندگیتون رو خراب نکنید هما میگه که مادری دارای گرین کارت هستم حدود 7 سال پیش در زمانی که تازه گرین کارت گرفتم برای پسرم درخواست دادم سه ماه پیش نامه اداره مهاجرت برای ایشان آمده شرایط پسرم الان تغییر کرده در زمان درخواست مجرد بوده ولی دو سال قبل ازدواج کرده اما الان در مراحل طلاق گرفتن است با توجه به اینکه که به زودی مجددا مجرد میشه آیا میتواند وارد ادامه مراحل شود خیر خانم زمانی که شما گرین کارت داشتید اقدام کردین و هنوزم گرین کارتی هستین روزی که پسر شما عقد کرد و ازدواج کرد اون پرونده کنسل شده الان هم اگر که طلاق بگیره باز همون پرونده کنسل شده اون پرونده دوباره به زنده نمیشه در که امکان داره این مراحل است آیا باید صبر کند تا طلاق قطعی شود اصلا سوال های دیگه تون اجازه من جواب ندم برای اینکه الان پسر شما پرونده ای نداره پرونده رد شده کنسل شده روی این حساب باید که شما مجددا براشون اقدام بکنید یه پرونده جدید بدید آم سال آخرمون رو ادریس میگن که 19 سالشون هستش مادر من که دو سال از توی آمریکاست گرین کارت داره یک و نیم ساله که برای من خواهر و برادرم اقدام کرده برادرم حالا 20 سال داره من 19 خواهرم 12 سال سوال من این است که آیا مادر من که تو حالا تو آمریکاست میتونه نزد ما بیاد یا خیر به نظر من اگه مادرتون تو آمریکا بمونه دو سال اقدام کرده شما الان دیگه کاتگوری f 2 a دو سال پیش اقدام کرده الان دیگه شما باید کنسولگری باشید چرا کنسولگری نیستید شما الان زمان شستی که باید توی کنسولگری باشید به نظر من تا زمانی که گیرین کارتتون رو نگرفتید مادر تو آمریکا بمونه آیا آمدن مادرم برای ویزای ما کدام مشکلی رو ایجاد نمی کند چرا خواهد کرد اگر که زمانی که کنسولگری شما میرید مادر در ایران باتون با باشه ممکنه که پروندهتون رو رد کنم دیگر اینکه آیا برادرم که حالا 20 سال و 6 ماه دارد آیا در کیسش مشکل ایجاد خواهد شد بله اگر که, برادر اگر که برادر شما الان اقدام داره میکنه و میخوادش که بره کنسولگری 21 بشه ممکنه که براش مشکلی پیش بیاد ولی یک قانونی هست که میشه استفاده کرد که هنوز ایشون شامل بشه زیر 21 حساب بشه به نظر من الان اگر که دو سال پیش اقدام کرده مادر و شما پروندهتون الان هنوز نرفته کنسولگری دیر شده حتما دنبال این باش آم که ببینی پروندهتون کجا هستش اسپانسر ما خواهر ماست که بوده 15 سال تو آمریکا است و سیتیزن است ببین به نظر من پرونده دیر شده دنبالش باش به خواهرت بگو که دنبال پرونده باشه و بتونید که جوابتون رو هر چه زودتر بگیرید برای کنسولگری دوستان از اینکه وقتتون رو من دادین متشکر هستم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم برای تک تک شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم. متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی